آغاز گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق. گروه‌های شیعه حامی ایران می‌گویند که اگر آمریکایی‌ها نروند، به زور بیرونشان می‌کنند. زندگی دشوار کودکان کار افغان در ایران. مهاجران کوچک درباره چگونگی اخراجشان از کشور همسایه می‌گویند. و نگاهی به 7 دهه فعالیت سازمان بهداشت جهانی، از پاسخ به دردهای جهانی بشر تا کشمکش با رئیس جمهوری آمریکا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. آمریکا و عراق دور جدید گفتگوهای راهبردی را آغاز کردند که به گفته مقامات آمریکایی قرار است تمام جنبه‌های روابط دو کشور را پوشش دهد، از جمله سرنوشت حضور نظامی آمریکا در این کشور. واشنگتن درخواست برای این مذاکرات را بعد از آن مطرح کرد که نمایندگان شیعه و غالبا نزدیک به ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس نایب رئیس 8 شعبی رأی به اخراج نیروهای خارجی از عراق دادند. رأیی که لازم الاجرا نبود، اما برای نیروهای ائتلاف بین المللی در عراق دردسر ساز بود و این نیروها ناچار شدند مدت‌ها فعالیتشان را متوقف کنند. دو کشور اکنون در بیانیه مشترک گفتند که آمریکا از تعداد نیروهایش در خاک عراق کم خواهد کرد، اما آنطور که خبرنگارمان نفیسه کوهنورد میگوید، این راه طولانی خواهد بود و مفهومش خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق نیست. تمرین نیروهای آمریکایی و نروژی در میدان تیر. اینجا در پایگاه عین الاسد عراق. 5 ماه بعد از حمله موشکی ایران به این پایگاه، نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا بخشی از فعالیت‌های معمولشان را از سر گرفتند. اما نگاهشان حالا به گفتگوهای دوخته شده که قرار است بین بغداد و واشنگتن آغاز شود. این ائتلاف به رهبری آمریکاست و هر نتیجه‌ای از گفتگوهای راهبردی حاصل بشه بر روند کار ما و نحوه همکاریمون با عراق تأثیر میذاره. شاید تکراری باشه، اما ما به دعوت دولت عراق و برای جنگ با داعش اومدیم. در این گفتگوها مشخص خواهد شد که آیا عراق به ما نیاز داره یا نه. کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه و ابو مهدی مهندس فرمانده 8 شعبی در حمله پهپادی آمریکا در بغداد، عراق را متحیر کرد و روابطش با آمریکا را تا حدی شکراب. 2 ماه قبل وزیر خارجه آمریکا خبر از شروع مذاکرات راهبردی با عراق داد تا به گفته او روابط بغداد و واشنگتن را بازبینی کنند. آمریکا به عنوان دوست نزدیک عراق به این کشور پیشنهاد داده که گفتگوهای راهبردی در اواسط ماه ژوئن شروع بشه. با توجه به تأثیر منفی کرونا و خطر سقوط اقتصاد عراق، مهمه که دو کشور برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و از دست رفتن موقعیت‌هایی که در جنگ علیه داعش و برقراری ثبات در عراق به دست آوردیم همکاری کنند. این گفتگوها همه موارد استراتژیک بین دو کشور را پوشش خواهد داد، از جمله آینده نیروهای آمریکایی در این کشور و بهترین راه برای حمایت از عراقی مستقل. این اما اولین گفتگوی استراتژیک میان آمریکا و عراق نیست. دو کشور سال 2008 هم مذاکرات مشابهی را آغاز کردند. هوشیار زیباری، وزیر خارجه وقت عراق، نماینده این کشور برای اداره گفتگوها بود. گفتگوهایی که در نهایت به خروج نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از عراق ختم شد. آقای زیباری اما میگوید این بار کفه ترازو به سمت ماندن آمریکایی ها سنگین تر است. سال 2008 کردها خواهان موندن آمریکایی ها در عراق بودند، چون هنوز تهدید القاعده تموم نشده بود و کشور هم از نظر اقتصادی و نظامی به حمایت بیشتر نیاز داشت. سنی ها و شیعه ها خواهان خروج آمریکایی ها بودند، اما این بار سنی ها هم مثل کردها میخوان که نیروهای آمریکایی در عراق بمونند. در بین شیعه ها هم اختلاف نظر هست و تنها گروه های ایدئولوژیک تندرو خواهان خروج آمریکایی ها از عراق هستند. صدای این آژیر که خبر از آمدن خمپاره و موشک می‌دهد، در ماه‌های اخیر بارها و بارها در پایگاه‌های ائتلاف در عراق به صدا درآمده. بیش از 100 راکت به سوی این پایگاه‌ها شلیک شده، حملاتی که نیروهای نزدیک به ایران مظنون اصلیشان هستند.
در چند ماه گذشته نیروهای ائتلاف 6 پایگاهشان را در استانهای انبار، کرکوک و صلاح الدین ترک کردند. از جمله این پایگاه در ویرانه های ایستگاه قطار قائم در مرز سوریه و عراق که اهمیت استراتژیک داشت. اطراف این پایگاه در دو سوی مرز در کنترل نیروهای نزدیک به ایران است. مقامات ائتلاف دلیل خروج از این پایگاه‌ها را موفقیت در برابر داعش و توانایی عراقی‌ها برای دفاع از خود در این نواحی عنوان کردند، اما تأثیر نگرانی‌های امنیتی را هم رد نکردند. در سه ماه اول سال 2020 بیش از 20 بار به پایگاه‌های ما حمله شد. این حمله‌های بعضاً مرگبار سبب شد که ما تمرکزمون رو بر حفاظت نیروهامون بذاریم و همچنین تصمیممون برای انتقال نیروها به پایگاه‌های بزرگتر رو سرعت ببخشیم. این تحرکات به روند جنگ با داعش هم لطمه زد. مثلا باعث شد پهپادهایی رو که باید برای پیدا کردن داعش استفاده می کردیم جهت محافظت از قرارگاه ها به کار بگیریم. اما گروه هایی مانند کتائب حزب الله که خود را محور مقاومت می خوانند هم به خروج نیروهای ائتلاف از پایگاه های عراقی به دیده تردید می نگرند و هم مذاکرات بغداد و واشنگتن. این جا به جایی برای دور شدن از دسترس محور مقاومت و برنامه ریزی برای هدف قرار دادن این گروه ها. اونا با سازماندهی نیروها در پایگاه های بزرگتر دارن برای مقابله احتمالی با جمهوری اسلامی و یا حملات بیشتر علیه هشت شعبی در داخل عراق آماده میشن و یا حتی برای هدف قرار دادن حزب الله در لبنان برنامه ریزی میکنن. آمریکایی‌ها سعی دارن میدان جنگ رو اینطور جابجا کنن و ضمن اینکه خودشون رو از تیررس خارج میکنن به بعضی مناطق استراتژیک هم اشراف پیدا کنن. عراق بعد از سقوط صدام سالها شاهد شورش گروه‌های مسلح شیعه علیه آمریکایی‌ها بوده. از طرفداران مقتدا صدر گرفته تا کتائب حزب الله و دیگر گروه‌های همپیمان ایران. بعضی از این گروه ها امروز هم تهدید می کنند که اگر گفتگوهای استراتژیک به خروج کامل آمریکایی ها از عراق منجر نشود، تاریخ تکرار خواهد شد. آمریکا بعد از سال 2003 هم برای موندن بلند مدت در عراق برنامه ریزی می کرد، اما گروه های مقاومت اونا را اخراج کردند. الان هم آمریکایی‌ها همون سناریو رو تکرار می‌کنن و می‌خوان این رو از راه گفتگوی سیاسی پیش ببرن. به نظر ما حتی تاکید بر خطر داعش هم بهانه‌ایه که در عراق بمونن. اگر در این گفتگوها تاریخی برای خروج سریع این نیروها از عراق تعیین نشه، اونا باز با فشار ملت عراق و محور مقاومت مواجه میشن، چون آمریکایی‌ها جز زبون زور چیز دیگه‌ای نمی‌فهمن. بستن دست و بال ایران و کمرنگ کردن نقش گروه‌های تحت حمایتش در عراق به نظر یکی از اهداف مهم طرف آمریکایی در گفتگو با عراقی‌ها خواهد بود. خواسته‌ای که به اعتقاد بعضی مثل آقای زیباری شرایط برای تحققش حالا مهیاتر است. بعد از کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی نفوذ ایران کم شده، چون کسی نمیتونه جا پای سلیمانی بذاره. قبل از کشته شدن او هم ایران با تظاهرات عراقی ها در شهرهای شیعه مواجه بود که مخالف تسلط ایران بر عراقند. در نتیجه در قیاس با سال 2008 نفوذ ایران کمتر شده. این به مفهوم بیشتر شدن نفوذ آمریکا نیست، اما آمریکایی‌ها حالا خودشون رو برای حمایت از عراق راحت تر حس میکنند. از طرفی عراق هم برای غلبه بر بحران اقتصادیش نیاز مبرم به حمایت آمریکا و جامعه بین‌المللی داره. حمایت آمریکا هم بدون حضور نظامی بعیده. این در حالیه که این پشتیبانی برای عراق بسیار حیاتیه. جنگ آمریکا با ایران و متحدانش در میدان عراق حالا فراتر از حضور نظامیش است. اما حتی اگر گفتگوهای استراتژیک در نهایت به خروج آمریکایی‌ها از عراق منجر شود، این راه طولانی خواهد بود. آخرین خودروی زرهی آمریکا عراق را 4 سال بعد از مذاکرات راهبردی 2008 ترک کرد. و 2 سال بعد از آن، آمریکایی‌ها باز به عراق برگشتند. نفیسه کوهنورد، BBC.
جمعه گذشته روز جهانی مبارزه با کار کودکان بود. فرصتی برای افزایش آگاهی و فعالیت در این راستا. امسال وضعیت کودکان کار در سایه بحران کرونا مورد توجه قرار گرفت. اواخر زمستان گذشته، مدیر کل اجتماعی استانداری تهران از تهیه فهرستی از کودکان کار افغان خبر داد که قرار است به کشورشان برگردانده شوند. او گفته بود این کودکان ممکن است موجب شیوع بیشتر ویروس کرونا شوند. اما از زمان اعلام این خبر تا به حال چه اتفاقی افتاده؟ جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. گرسنگی و تشنگی خیلی کشیدیم. آمدیم اینجا همه عمو 300 400 پولی که داشتیم تو را همه مامورا گرفتن. این یکی از ده ها کودک کار افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده. 15 سالمه. اهل ولایت فاریاب. بیش از 1200 کیلومتر راه را طی کرده و خود را به چالوس در شمال ایران رسانده بود. چهل رستوران ماندم. در ایران کارگری میکرد. حالا اقتصاد ما ضعیف بود، اگر رفتیم ایران واسه که گفتیم کار کنیم یکم پیشرفت کنیم. آرزوهایش برای زندگی بهتر اما پس از چند ماه نقش بر آب می شود. ماموران در ایران او را می گیرند و در اوج شیوع کرونا به افغانستان برمیگردانند. لحظاتی شاد پس از سفر طولانی و دشوار برگشت. اینجا کمپ انصار در هرات است، در نزدیکی مرز ایران. کمپ انصار اقامتگاه کوتاه مدت پناهجویان از جمله کودکان است. من محمدم، من از نور گرفتن. محمد تنها 20 روز در ایران بود. پول نداشتیم، ما رو رد نکردن. کودکان اخراج شده افغان باید هزینه انتقالشان تا مرز افغانستان را خودشان بپردازند. از حاصل دسترنجشان. در داخل جمهوری اسلامی ایران یک مقدار تحت نام شهریه از اینا گرفته میشه که حدوداً 100 هزار تومان هست و این پول خود بچه ها باید بپردازند. اخراج کودکان کار افغان از ایران در سالهای قبل هم وجود داشته. با شیوع ویروس کرونا، جمع آوری کودکان کار در ایران به طور موقت متوقف می شود. و به تبع آن روند اخراج کودکان کار افغان هم. اما این کار اخیراً از سر گرفته شده، ظاهراً با شتاب بیشتر. ایران خود تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکاست و وضع اقتصادی دشواری دارد. علاوه بر آن، این کشور کانون شیوع کرونا در منطقه است. اما شاید دلیل شتاب گرفتن روند بازگرداندن مهاجران را بتوان در سخنان مدیر کل اجتماعی استانداری تهران جستجو کرد. در گفتگویی با روزنامه شهروند در 25 اسفند ماه پارسال. کودکان کار حفاظت‌های بهداشتی را ندارند و در سطح شهر ممکن است این بیماری را بیشتر شیوع دهند. هرچه دیرتر عودت داده شوند ممکن است موجب سرایت بیشتر به جامعه آسیب دیده شوند. یک فهرست حدود 400 نفره از نام و نشانی کودکان افغانستانی در اختیار سفیر افغانستان قرار گرفته تا این سفارت با همکاری استانداری و بهزیستی بتوانند این کودکان را چه با خانواده و چه تنها رد مرز کنند. اینا از محل کار، از بین راه، از کنار خیابان گرفته میشن و توسط پلیس ایران دیپورت میشن به یا اخراج میشن به داخل افغانستان که در یک و نیم ماه گذشته حال و هوش هزار خورده ما داشتیم از اطفال که از ایران متاسفانه اینا دیپورت شدن. و این سخنان آقای نادم مرداد ماه پارسال. هر ماه حدوداً بین 280 تا 250 طفل را ما داریم که به شکل اجباری اینا دیپورت میشن و داخل افغانستان. افزایشی آشکار در شمار کودکان اخراج شده. موضوع را با گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در میان میگذارم. درسته که اسفند ماه پارسال مشخصات حدود 400 کودک کار افغان در ایران در اختیار سفارت شما قرار گرفته تا با خانواده یا بدون خانواده رد مرز به عبارتی اخراج بشن. ما از جمهوری اسلامی ایران هیچ خروج اجباری نداریم خانم اکبریان. و اینایی که در مورد اطفال وقت صحبت صورت میگیره به خاطر که اینا زیر سن هستن، بنابراین با دولت جمهوری اسلامی افغانستان و سفارت در تهران هماهنگی صورت میگیره.
اما رئیس امور برگشت مهاجرین هرات نظر دیگه‌ای دارند. ایشون تو گفتگویی که با ما داشتند گفتند که در یک ماه و نیم اخیر بیش از 1000 کودک کار از ایران اخراج شدند. نظرتون در این باره چیه؟ معلومات ما که از سفارت افغانستان مقیم تهران دارم، امیر نشان میده که ما خروج اجباری نداریم تا حال. و این معلومات را که مسئولین شعبه مهاجرت در هرات برتان داده باید تو را چک کنم و خودم را پیدا بسازم. جاوید نادم معتقد است در اخراج کودکان صلاح و مشورتی با کابل نمی شود. زمانی که اخراج صورت می گیره بدون هماهنگی با سفارت افغانستان هست و بدون هماهنگی با دولت افغانستان هست. یعنی ما از زمان اخراج و تعدادی که قرار است اخراج بشن هیچ اطلاعی نداریم. دیپورت میشن به داخل افغانستان و تحویل ما در نقطه سفری یا در مرز داده میشن. در روند بازگرداندن کودکان کار افغان، آنها از شهرهای مختلف ایران جمع آوری می شوند. سپس به اردوگاهی در مشهد منتقل می شوند. مقصد بعدی هرات است. در نهایت پس از شناسایی خانواده هایشان نزد آنها فرستاده می شوند. چند نهاد از جمله World Child انگلستان، یونسف و سازمان بین المللی مهاجرت در این مرحله همکاری دارند. افغانستان این روزها درگیر دو جنگ است. جنگ قدیمی داخلی و جنگ علیه دشمنی تازه. ویروس کرونا. مسئولان وزارت صحت افغانستان بیش از 3 ماه پیش اعلام کردند که اولین موارد مشکوک به کرونا در این کشور در هرات دیده شده. کلان شهری در غرب افغانستان با مرز طولانی با ایران. این شهر حالا یکی از مراکز شیوع ویروس کرونا در افغانستان است. مشخص نیست چه تعداد از کودکان کار اخراج شده از ایران کرونا را با خود آورده اند. کودکانی که اگر علائم اولیه از جمله تب بالا را نداشته باشند، در بدو ورود از آنها آزمایش کرونا گرفته نمی شود. پول من اونجا مانده است. 3-4 میلیون پیشی صاحب کارا مانده. این کودک حاضر نیست به ایران برگردد، حتی به قیمت گرفتن طلبش. برای بسیاری از همسن و سالهایشان این دوران دوران سرخوشی و بازیگوشی است. اینها اما می دانند خارج از این پناهگاه باید بازیهای کودکانه را کناری بگذارند و به فکر نان شبشان باشند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. سازمان بهداشت جهانی درست در روزهایی که نقش و اهمیتش از هر سازمان بین‌المللی دیگری مهمتر به نظر می‌رسد، از طرف یکی از مهمترین اعضایش یعنی آمریکا تهدید شده. آمریکا که در صدر تأمین کنندگان هزینه‌های این سازمان بوده، حالا آن را ترک کرده. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اتهامات مهمی علیه این نهاد وابسته به سازمان ملل مطرح کرده. از جمله اینکه در همدستی با چین از اعلام شرایط اضطراری کوتاهی کرده. کیوان حسینی نگاهی کرده به جایگاه سازمان بهداشت جهانی در ساختار بین‌المللی و اتهاماتی که دولت آمریکا علیه آن مطرح کرده. The struggle against epidemics is a global one, for the danger of death is worldwide. Then what is the answer? سازمان بهداشت جهانی پاسخی برای درمان دردهای جهانی بشر. این مرد دکتر جورج بروک چیزولم نام سازمان بهداشت جهانی را در سال 1948 پیشنهاد کرد و خودش هم نخستین مدیرش شد. سازمانی که به گفته او در خدمت بهبود سلامت همه انسان‌های کره زمین خواهد. در این فیلم تبلیغاتی که برای معرفی سازمان بهداشت جهانی تولید شد، بیش از هر چیز بر جهانی بودن خطر بیماری‌های واگیردار تاکید شد و اینکه مبارزه با آنها نیز باید به شکل جهانی صورت بگیرد. 72 سال از آن روزها گذشته و سازمان بهداشت جهانی احتمالاً هرگز در این 7 دهه تا این حد در مرکز توجه افکار عمومی جهانیان نبوده. بحرانی که شیوع کرونا پدید آورد، خط به خط تکرار همان حرفهایی است که در فیلم تبلیغاتی سازمان بهداشت جهانی 70 سال پیشتر گنجانده شده بود.
خطر یک همه‌گیری جهانی و نیاز به اقدامی جهانی. سازمان بهداشت جهانی سازمان عضومحوره و مهمترین کارکردش هماهنگی و حمایت برای تعیین استانداردهای سلامت عمومی در سراسر جهانه. این سازمان برابری در سلامت و قابل دسترس بودن خدمات بهداشتی و درمانی رو تبلیغ میکنه. مرکز سازمان بهداشت جهانی اینجاست، ژنو، شهری که میزبان نزدیک به 30 سازمان مشابه و نهادهایی است که همگی بخشی از نظم بین المللی دنیای امروز محسوب می شوند. در اینجا، کاخ ملل در ژنو. در این راهرو و تالارهای باشکوه جلساتی برگزار می شوند که می توانند بر دورترین نقاط کره زمین اثر بگذارند. به بیان دیگر، اگرچه در کره زمین از حکومت جهانی خبری نیست، اما تا همینجا همین سازمان‌ها، همین مراکز بین‌المللی پر رفت و آمد، نزدیک‌ترین تشکیلات به نوعی حکومتی جهانی هستند که به دست بشر ساخته شده. اما این تشکیلات دست کم برای سلامت جهانی تفاوتی بنیادین با یک حکومت واقعی دارد. سازمان بهداشت جهانی نمیتونه کسی رو مجبور کنه تا تصمیماتش رو اجرا کنه. نقش اون اینه که بر اساس شواهد موجود راهنمایی کارشناسی ارائه کنه. اگه اختیارات بیشتری می داشت خیلی کمک می کرد، اما این یک مسئله سیاسیه. اونا پلیس نیستن. اگه دسترسی به جای و کشوری و اطلاعاتی رو نیاز داشته باشن، باید با اجازه عضو مورد نظر باشه. نمیتونن به زور وارد جایی بشن، باید به اون کشور دعوت بشن. اتفاقا کشورهای قدرتمند این قواعد رو پایه‌ریزی کردن، چرا که اروپایی‌ها، روس‌ها یا آمریکایی‌ها علاقه ای ندارن که کسی بیاد و در امور داخلیشون دخالت کنه. اما واقعیت این است که حکمرانی جهانی همیشه و همه جا به این شکل نیست. سازمان ملل 6 نهاد زیر مجموعه دارد. شورای امنیت با قدرت و اختیاراتی استثنایی، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی دادگستری، دبیرخانه و مجمع عمومی. بعضی از نهادها مانند یونیسف زیر نظر مجمع عمومی اند و برخی زیر نظر دبیرخانه. در میانشان شورای اقتصادی و اجتماعی با کمیسیون‌های مختلف نقش یک چتر ساختاری را برای سازمان‌های تخصصی بازی می‌کند. سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی. در واقع این سازمان‌ها از نوعی خودمختاری بهره می‌برند و به همین دلیل قدرتشان نه به این ساختار جهانی بلکه به موقعیت خود این سازمان‌ها وابسته است. به بیان دیگر، سازمان بهداشت جهانی آینه تصمیماتی است که اعضایش برایش گرفتند، نه یک نهاد فراملی مستقل از دولت‌های عضو. با این حال، این موضوع مانعی بر تسلط قدرت‌های بزرگ بر این سازمان نیست، یعنی اتهامی که دولت آمریکا متوجه سازمان بهداشت جهانی کرده. مدیریت سازمان بهداشت جهانی تحت تأثیر کشورهایی که بیشترین نفوذ رو دارن. به طور سنتی این سازمان تحت سلطه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بوده و هنوز هم وضعیت همونه. اینکه سازمان بهداشت جهانی چین محور شده انتقاد منصفانه نیست. حتی کسی که در این سازمان به عنوان مسئول حقوقی باید به این انتقادات جواب بده، خودش از مقامات سابق دولت آمریکاست. سازمان بهداشت جهانی این استراتژی رو انتخاب کرد که با چین روابط خوبی داشته باشه و ازشون تعریف کنه تا به اطلاعاتشون دسترسی داشته باشه و بتونه به دیگران کمک کنه. ظاهراً این موضوع آمریکا رو حسابی دلخور کرد. این نخستین بار نیست که سازمان بهداشت جهانی بعد از همه‌گیری یک بیماری با انتقادهایی روبرو می شود. اما این نخستین بار است که موجودیت این سازمان توسط یکی از مهمترین اعضایش یعنی آمریکا زیر سوال می رود. سازمان بهداشت جهانی به همین شکل میماند یا به کلی متحول می شود، پرسشی است که باقی اعضای این سازمان باید با آن پاسخ بدهند. پرسشی که فعلا در میانه یک همه‌گیری جهانی فرصتی برای طرح آن وجود ندارد. کیوان حسینی، بی بی سی. با شیوع کرونا در افغانستان، یک نوجوان در ولایت خست با وسایل ابتدایی به آموزش همنسلانش از راه دور کمک می‌کند. شبیر احمد یک کانال یوتیوب ساخته تا دانش آموزان از ویدیوهای آموزشیش استفاده کنند. این در حالی است که به گفته وزارت معارف 9 میلیون دانش آموز از رفتن به مدرسه باز ماندند. برنامه آموزش آنلاین وزارت معارف هم چندان مؤثر نبوده. جزئیات بیشتر از روین رهنوش. پشت صحنه ضبط یک ویدیوی آموزشی با امکانات اندکی که این جوان فراهم کرده،
به هدف کمک به دانش آموزانی که شیوع کرونا مکاتبشان را تعطیل کرده. اجرای این برنامه به این دانش آموز خلاق چندان هم آسان نبوده. آن هم در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان. به این فکر می کردم که چگونه بدون کمره تصویر برداری کنم. دیدم که کمره سه پایه دارد. من همین سه چوب را یک جا بستم که این برنامه را به پیش ببرم. خواستم رابطه ام با دانش آموزان و آموزش قطع نشود. شبیر احمد ویدیوها را بعد از ضبط در کانال یوتیوبش بارگذاری می کند. هرچند دسترسی همشهری هایش و دیگر دانش آموزان در افغانستان به این ویدیوها محدود است، اما او با این کار هم خودش را سرگرم کرده و هم تعداد دانش آموزان دیگر را. دو ماه می شود شبیر احمد به این کار شروع کرده. حالا روزانه 100 تا 1.5 نفر در یوتیوب دنبالش می کنند. انتظارش این است که دنبال کننده هایش بیشتر شود. در افغانستان از نزدیک به 2 ماه به این سو مکتب ها و مراکز آموزشی بسته شده. چند از وزارت معارف هم شیوه آموزش و پرورش آنلاین را آغاز کرده، کاری که چندان جان نافتاده. به دلیل عدم دسترسی دانش آموزان به برق، اینترنت و گوشی های هوشمند. با آن هم این جوان به جای نشستن باطل به قدر وس کوشیده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.